سلام دوشنبه هفته مرداد 92 29 جولای 2013 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکن موضوع اول اینکه که محمد غنبری درویش اهل حق که جلوی مجلس شورای اسلامی خود رو به آتش کشید دیروز در بیمارستان متحری فوت کرد در حالی که مقامات بیمارستان به خانواده او این رو گفته بودند اما پلیس امنیت از تحویل جنازه خودداری کرده و حتی اجازه نداد خانواده جنازه او رو ببینن و گفته زنده است در جلوی بیمارستان متحری ده نفر از دراویش از سراسر کشور تجمع کردند که با استقرار پلیس ضد شورش و گارد ویژه در جلوی بیمارستان و اطراف اون مواجه شدن محمد غنبری جوانی که گفته میشه بین 22 سال تا 25 سال سن داشته سومین نفر از دراویش اهل حقه که خودش رو به آتش کشیده در اعتراض به رفتار آمیزی که در زندان با یکی از دراویش این فرقه شده آبگیری صد گتوند در خوزستان چهل و یک روستا رو زیر آب برده یا داره میبره و ساکنین اونها رو که زمینهاشون رو وزارت نیرو به سمن بخص بهشون پرداخت کرده آواره شدن و هاشی نشین شهرهایی مثل احواز و دسفول و شوشتر شدن. کارگران کیان تایر هم که در محبته کارخونه اجتماع داشتند و لاستیک ها تشتده بودند اعتراضشون به انتقال به مالک قبلی بود انتقال کارخانه مالک قبلی دیروز در مقابل بیت رهبری دست به تجمع زدن کار درستی که این روزها همه باید بکنند برای اینکه سرچشمه و منشأ همه گرفتاری ها شخص رهبری است اهالی مهدی شهر یا سنگسر سابق هم در استان سمنان به در اعتراض به جدا شدن بخش شهر میرزاد از این شهرستان دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع داشتند. نکته دوم اینکه که به حساب وزارت نیرو به شرکت ایران ترانسفو در زنجان که 80 میلیارد تومان بدهی رو نمیده وزارت نیرو 2800 کارگر این کارخانه رو در معرض بیکاری قرار داده راه آهن هم که مطالبات شرکت ایریکو واگنسازی ایریکو در این استان رو نپرداخته دست کم 150 کارگر به زودی بیکار میشن شرکت فرش کسرا در یزد هم که تعطیل شده به دلیل مشکل نقدینگی و تأمین مواد اولیه 120 کارگر رسمی و قراردادیش بیکار شده مدیرامل اتحادیه ای آلومینیوم ایران هم عنوان کرده که تولید آلومینیوم در کشور به زیر 50 درصد کاهش پیدا کرده عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن کشور و رئیس کمیسیون واردات این اتاق عنوان کرده که 25 روز به دلیل اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت هیچ وارداتی به کشور صورت نگرفته است. روز چهار شنبه در مجلس نمایندگان امریکا طرح جدید قانونی داره به مطرح میشه که اگر تصویب بشه صادرات نفت ایران به نصف کاهش پیدا خواهد کرد آقای اگر این, این بعد از تصویب مجلس نمایندگان در ماه سپتامبر به مجلس سنا خواهد رفت و اگر مصوبه با بیش از دو سوم اعضای مجلس باشه اون وقت دولت اوباما و رئیس جمهور هم نمیتونه اون رو وتو بکنه آقای جانکری وزیر خارجه امریکا به مجلس نمایندگان پیغام کرده که یک سال دست نگه دارید و به ما فرصت بدین شاید با مذاکره مسئله ای رو با ایران حل کنید خبر میرسه از اینکه داروی بیماران پارکینسونی باتری که نیاز دارن بیماران پارکینسونی ناگهان از 13 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و بسیاری از بیماران امکان تأمین اون رو ندارن مسئله تحریم ها و افزایش قیمت ها بیش از هر چیزی بیماران خاص رو و, و وسایل پزشکی رو در معرض کمبود و عدم تأمین قرار داد نکته سوم اینکه پزشکان بند 350 اوین پزشکان زندانی در بند 350 اوین نامه ای رو به بهداری زندان اوین نوشتند و در اون ابراز نگرانی کردند از سلامت احمد دانشبور مقدم که با خونریزی و از دست دادن یک سوم وزنش وضعیت وخیمی داره و هر چه زودتر باید به بیمارستان منتقل بشه رسول بداغی عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان هم از سردرد و چشم در درد چشم شدید رنج میبره اما انتقال او به بیمارستان صورت نمیگیره پدر حسین رونقی ملکی هم ای به دادستانی نوشته و گفته پسرم داره از دست میره و کلیههاش هم در معرض از دست رفتن کامل قرار داره شمیم اتحادی شهروند بهایی اهل هستم که از اسفند گذشته در زندانه به پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضرب شلاق و پرداخت چهار میلیون تومان جریمه محکوم شد نکته چهارم این که دیروز آقای خامنه ای صحبت کردش و گفت که چرا مدعیان تقلب در انتخابات سال 88 عذرخواهی نمیکنن ایشون بیشرمی رو تا اونجا بالا برد که لغت نانجیب رو هم به کار برد کسی که عامل کشتن مردم زندانی کردن تجاوز و دهها جنایت دیگه هستش بیشرمانه قدم رو جلو گذاشته و این قبیل لغات رو برای مخالفینی که هنوز در زندان و حصر هستن به کار میبره آقای خامنه ای در واقع غیر از اینکه میخواد نشون بده هیچ چیزی عوض نشده و سرکوب ادامه داره با این حرف هاش جواب امثال آقای متحری و دیگرانی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند این روزها هم میده آقای متحری در مجلس در نطخ خودش عنوان کرد که در فضایی که آشتی ملی هست بهتر است که زندانیان سیاسی آزاد بشن و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هم حسرشون یا پایان پیدا کنه یا به کارشون از این بلا تکلیفی در بیاد و در دادگاهی رسیدگی بشه ایشون گفته بود اگر بنا به توبه هستش احمدی نژاد هم باید توبه کنه که حرفها و کارهای او بسیاری آتش رو بپا کرد گروه حسینیان و کوچک ساده و طرفداران دو آتیشه دولت هم جلوی تریبون جمع شده بودند و سعی کردند که سخنرانی آقای متحری رو یا به هم بزنند یا اینکه مانع از صحبتش بشه گزارش حمله 22 بهمن به سخنرانی آقای لاریجانی هم به گفته نماینده پیشوا و ورامین قرار است که امروز در مجلس مطرح بشه ولی از گزارش 700 صفحه‌ای یک خلاصه 7 صفحه‌ای قرائت خواهد شد او گفته که پاره مقامات بالا حکومت به او زنگ زدن و تهدیدش کردن و سایر اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص رو به دلیل اسامی که در اون اومده گفته میشه اسم آقای الهام هم در میان اسامی این گزارش وجود داره در مغولستان هم تیم کشتی فرنگی نوجوانان تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان که برای مسابقه رفته بود با آبروریزی و سوء مدیریت انتهای سفر پول نداشته بده هتلدارها اونها را از اتاقها بیرون کردن و گذرنامه هاشون رو هم گروگان گرفتن تا پول برسه جالب سرپرست گروه در تهران وقت مصاحبه کرده گفته من اینجا هستم خبر ندارم نکته پنجم اینکه ارتش آزاد سوریه عنوان کرده که منطقه استراتژیک حومه درعا رو که شاهراه درعا به دمشق از اون رد میشه رو داره بازپس میگیره عملیات گسترده ای رو از چندین جناح انجام داده متقابلا ارتش بعثی سوریه هم عنوان کرده که در هومس عملیات شروع کرده با همکاری حزب الله لبنان در مصر هم اخوان المسلمین عنوان کرده طرفداران آقای مرسی که به تحسن خودشون ادامه خواهند داد در سوی مخالف هم رئیس جمهور مصر عنوان کرده که رئیس جمهور موقت مصر عنوان کرده که مجوز صادر کرده برای دستگیری غیر نظامیان در لیبی هم نخست وزیرش عنوان کرده که در بدغازی یک زندان با شورش و عملیات هماهنگی که انجام شده فتح شده و بیش از هزار زندانی فرار کردند اما نکته آخر اینکه آقای احمدی نژاد در نطق تلویزیونی که داشت عنوان کرده من اولی که اومدم موبایل دو میلیون تومن بود الان 2500 تومن منظور ایشون خط این موبایل های به اصطلاح نقدی پرداخته اما ایشون اشاره نکرده به وضع گرونی مایحتاج اولیه مردم که گرسنگی و فقر بیداد میکنه آقای حجاریان هم سعید حجاریان هم متلکه جالبی به تند گفته کنایه از اینکه میخوان آماده شند دوباره توطعه بکنن گفته تندروها کفنهاشون رو دادن خشکشویی اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی